عبدالله اجازه دادنه شود تا یک گروه دروغگو دوباره بر مردم حاکم شود. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان کانال جنرال پلاس، امیدوارم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. رئیس اجرایی دولت افغانستان میگوید که اگر انتخابات برگزار نشود و صلح نیز به زودی تامین نشود، ناامنی ها و مشکلات مردم ادامه خواهند یافت. با گزارش سپوتنیک به نقل از سولونیوز، عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید انتخابات نسبت به صلح اولویت دارد و اگر صلح به زودترین فرصت به دست نیاید، باید به برگزاری انتخابات بیشتر توجه شود. آقای عبدالله می افزاید برای اینکه اجازه داده نشود تا به گفته او یک گروه دروغگو دوباره بر مردم حاکم شود، باید مردم در انتخابات شرکت کنند. آقای عبدالله از رهایی خلیل الله فروزی و نجیب الله دلاور که به همکاری با اراس افغانان متهم هست انتقاد می کند و می پرسد که آیا رئیس جمهور آجی دلاور را از بهر آرام ساختن گروه اقانی ده ساخته است؟ آقای عبدالله گفت افغانستان امروز تحمل این را ندارد که باز یک گروه تقلب کار، یک گروه دروغگو مسلط شود بر سرنوشت مردم افغانستان. عبدالله از رئیس جمهور می خواهد که درباره رهایی خلیل فروزی باید به مردم پاسخ بدهد. عبدالله در این باره گفت وقتی که اعلام شد دلاور خان با دست به جنایت به اصطلاح دستگیر شد، کاملا بالفعل دستگیر شده و قصد حمله تروریستی را داشته و با موتر خود تروریستان را انتقال می داده و یک مقام خوبی امنیتی کشور ما گفت که گروه اقانی امشب نخوابیده به خاطر دستگیری او. این را شنیدید یا نشنیدید؟ قصه یک ماه قبل است. پاسخ دید رئیس صاحب جمهور، اگر آن حرف درست بود امروز چرا به ضمانت آزاد می شود؟ می خواهید که گروه اقانی آرام خواب شود؟ این نامزد انتخابات برگزاری انتخابات را برای افغانستان سرنوشت ساز می داند و می گوید که اگر انتخابات برگزار نشود و صلح نیز به زودی تامین نشود، ناامنی ها و مشکلات مردم ادامه خواهند یافت. عبدالله بیان داشت اگر در بدل وعده انتخاباتی شده پس بیا جواب بگو، وقتی که میگویی پاسخ میگیریم پاسخ میدهیم، مردی میدان شو و بیا پاسخ بدهید. عبدالله همچنان تاکید میورزد که حکومت به هیچ کسی اجازه نمیداد که نظام الدین قیصری را ببیند، اما در نزدیک انتخابات برخوردش با وی تغییر کرد و قیصری یک شخصیت ملی شد و او کنون هم میخواهد که جای جنرال دوستم را بگیرد. وی میگوید که اگر با رئیس جمهور مانند خودش برخورد میکرد، حکومت از هم میپاشید و چیزی به نام حکومت باقی نمیماند. عبدالله خلح صلاح شدن نظامیان را در انگام دیدارهای رئیس جمهور از نیاتهای امنیتی به اعتمادی به نیروهای امنیتی میداند که از افغانستان دفاع میکنند و در امین راه جان میبازند. سپاس از اینکه با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.